به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز تلویزیون جهانی آریانا، مخصوصا شما که از کانال یوتیوب برنامه ما را دنبال میکنید. امروز اومدیم به ولسوالی زندجان ولایت هرات که در میشه گفت در 45 کیلومتری یا 40 کیلومتری شهر هرات قرار داره، در غرب شهر هرات، یکی از ولسوالی های تاریخی و یکی از ولسوالی هایی که به میوه انجیر معروف است. یک باغ بسیار مقبول و میوه هم که خوب فراوان هست و یه سری من فکر کنم در حال چیندن انجیر هستم. سلام، خوبه؟ سلام علیکم حاجی، چال داریم، حوال شما خوبه؟ الحمدلله، فضل خداوند از طرف شما خیریت هست. سلامت باشیم، معرفی بکنین؟ من حاجی سدشاه از ولسوالی زندجان قلعه ریگ، یکی از جمله کشتمندان باغدارای انجیر می باشم، ساکن قلعه ریگ. خیلی خوب. حاجی صاحب در حال چیدن انجیر هم بودن که با اینا بیشتر هم کلام میشه، مگر حاجی صاحب بیایم اینجا خود شما بیشتر صحبت بکنیم در مورد باغهای انجیر. در ابتدا میخوام بپرسم که در خود ولسوالی زندجان چقدر باغ انجیر وجود داره و سالانه چقدر حاصلات برمی‌داریم؟ الحمدلله در ولسوالی زندجان فعلا همه کشت انجیر شده. سابق که بود همه کرم پیله و این چیزا بود، حالا کم کم شده چون زمین ها کم شده، همه حالا به انجیر رو آوردم. انجیر بالخصوص با ولسوالی زندجان با زمین قریه ریگ که هست، این کلا هم انجیره، تولیدات انجیره از همه جا زندجان باز قلعه ریگ بیشتر داره. انجیر هم بسیار یک انجیر خوبیه، انجیر بسیار معیاریه. چقدر سالانه شما از اون باقی که داریم برداشت میکنیم؟ چند درآمد داریم؟ و این انجیر به قیمتی که باید فروخته بشه و به بازار عرضه بشه، شما به عنوان یک باغدار که ماها زحمت میکشیم رو از اینا، به فروش میرسه یا نه؟ ما همه یک جریب زمین که شما میبینیم مشاهده میکنیم که ما و شما به داخل این باغ، یک جریبه. ما به یک جریب سالهای قبل از این یک سلگ افغانی ما عواید میکنیم، 3 تا 3.5 لگ افغانی. امسال بازار دیگه سالا بیتر بود، امسال هیچی بازار نداره، راه ها بنده، اینا به طرف شرای بیرونی کابل و قندهار و مزار و جهان نمیره، به خارج نمیره، داخل شهر هرات میفروشیم، جا نداریم که مارکت داشته باشیم، بازاریابی نداریم، امسال قیمت ها پایین تره. باز هم ما همین حدودا 2 لگ افغانی ما از این عواید کرده. بیایم خود شما کمی جلوتر میریم و سایر درخت های انجیر میبینیم که درخت های جالبه داره، خیلی متفاوت نسبت سایر درخت هایی که میوه از او چیده میشه. در مورد از این بگین که کیلوی چنده یا من چنده به هرات به فروش میرسه خود انجیر؟ برای فعلا همین وجودم امروز من 100 افغانی، کیلو 25، کیلو 25 افغانی به فروش رفته. خیلی خوب. از این فکر کنم در فصل های دیگه، خب یک قسمت خوب میوه تازه خورده میشه، باز فکر کنم یک قسمت مرسومه که خشک میشه و به خارج میره، درسته؟ بله. معلومات بدیم در مورد از اون خشک میشه و به کدوم کشورها ارسال میشه؟ خشک از این دیگه ما ترتیب میکنیم، این به یک جای سایه زمین سیمان رو از یک فرش خنک میکنیم، این انجیر میگذاریم، همی 3 روز به زمین گذاشته، 3 روز بعد میخواد، بعد این کم گیجه میشه، گیجه که میشه ما ایری به این شکل ایری همیتو چی میکنه؟ ایر فشار میده، فشار که میده کمی که خوش میشه، ایر به نخ در میاره، ایر به نخ در میاره، بسیار معیاری، بسیار یک کشته خوب میشه، کش میشه خوب میشه. چای نوش جان؟ خدا چای نوش جان میشه و زمستان دیگه بخی کیفیت داره ما. خدا نصیب کنه. شما داریم هم بخونه؟ بله ها. خوش کده. داریم. مگر کمی بری خوب بگیرم از اینو ببرم به شهر باز بزمستان بخونم. خوش کردم داریم. تشکر کاکا جان، با شما باز بیشتر صحبت میکنیم در کنار یکی از مسئولان زراعت در ولسوالی زندجان هستیم که در ابتدا سلام میگم برای نام میگم خود معرفی کنن. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون آریانا. انجینر عبدالجلیل پیمان، مدیر عمومی خدمات زراعتی ولسوالی زندجان. آقای پیمان، در مورد از اینکه ولسوالی زندجان در افغانستان شورای عام خاص هست که ولسوالی انجیرخیزیه، جای شکی نیست. بازم شما میشه معلومات دقیق تری داریم بگیم که
چند هکتار زمین در ولسوالی انجیر کشت میشه و برداشت محصولات امسال چگونه بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که همه شما به جریان قرار داریم، ولسوالی زندجان یکی از ولسوالی هایی که بیشترین سایه تحت کشت انجیر به خود اختصاص داده. سایه تحت کشت انجیر در ولسوالی زندجان بین 800 تا 1500 جریب زمینه که این رو به افزایش که همساله مردم به اساس علاقمندی که دارن این سایه تحت کشت رو افزایش میدن و تولید از این نسبت به سال گذشته بسیار بالا بوده، ولی متاسفانه قیمت از این نظر به سال گذشته پایین‌تر بود. ما سال گذشته به 150 افغانی آخرین قیمت بود، ولی متاسفانه امسال ما بین 80 تا 90 افغانی امروز با بازار عرضه میشه، ولی روزانه حداقل تولید ما روزانه بین 30 تا 40 تن ما با بازار عرضه میکنن از مجموع ولسوالی زندجان و بیشترین سایه تحت کشت همین قلجات مرکزیت داره. خیلی خوب، علت که ارزان شده چیه؟ خاطر امسال فراوان بوده؟ یک چیزی که خود شما میفهم، هر چیزی که با بازار بیشتر عرضه بشه باز تقاضای خام و خاک کمتره و بیشترین او چون به موضوع امنیت هم هست کمتر و ولایات همسایه صادر میشه انتقال پیدا میکنه و به مو خاطره که چون بازار هرات تکافو و توانی خرید هم ازیر نداره و موضوع هم یک موضوع امنیت، دوم ازی هم موضوع خود موضوع اقتصادی مردم هم هست که توانی خرید کمتر دارم بیشتر رو میبینه. خیلی خوب، خیلی کوتاه در مورد ویژگی انجیرم بگم، هرچند باید از یک دکتر بپرسم، ولی شما اوضاع شما امینه و میفهمیم که چی ویژگی های داره انجیر برای سلامتی و اینا. خود انجیر از همونطور که به جریان هستیم در قرآن شریف هم ذکر شده، درخت انجیر او پس معلومه که انجیر عسل از جمله خود محصولات با مفیده و با ارزش اقتصادی و ارزش غذایی بالایی داره، از جمله در قسمت خود مرم میده ادرار هست، خود مغذی دارای ویتامین A B هست، ویتامین زیاد داره، مواد ویتامینی و همچنین خود اشتها آور هم هست و هضم کننده مواد هم هست. تشکر زیاد، ممنون از شما. در کنار ما اینجا باغدارای عزیز دیگه هم هستن که با اینا هم سلام علیک میکنه. سلام، خوبین کاکا جان؟ بخیر، صحت شما خوبه؟ سلامت باشیم. شما خوبین؟ بخیر، صحت شما خوبه؟ کاکا جان خوبین؟ بخیر، الحمدلله، شکر خدا را، شکر زنده باشین. خدا را شما باغ انجیر دارین؟ بله کمی داریم. چند جریب؟ کمی، خیلی کم. چند سال میشه اینجا زندگی میکنه؟ عمر خو از وقت خدا عمر ما دنیا داد همینجا 70 تا 75 سال عمر ما همینجا. خیلی خوب. چند سال میشه که انجیر تخمینا انجیر میکاریم؟ انجیر تخمینا 10 سال میشه که اول روش پیدا کرده. اول سابق بود رشد پیدا نکرده بود، مردم چه نکرده، از اون وقت که باغ انجیر شده مردم کم یک ده خوب شده و رجوع آورده برای انجیر، برای انجیر رجوع آورده، از این محصول خوبی هم بگیرته. اون تو بازار نیه دیگه، بازار نیه. اگر بازار باشه هر با همه دیگون تمی تمی با همی که هست هم 5 لک روپیه، اگر بازار باشه تمی ایداد میکنه، درآمد داره. تشکر، تشکر شما. در این سفری که ما به ولسوالی زندجان اومدیم از ریاست محترم زراعت هرات هم فوق العاده با ما همکاری کردند که جناب آقای ادریس زلال در کنار ما هستند که سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم برای نام. سلام بر شما و تمام بینندگان خوب تلویزیون آریانا، سلامت باشیم. آقای زلال، دیدگاه شما رو می‌خوایم در مورد انجیر هرات داشته باشم. شما که کارشناس زراعتی هم هستیم، سال‌ها میشه در یوز کار می‌کنیم. با کدام کشورها صادر میشه؟ با کدام ولایت‌ها صادر میشه انجیر هرات تا جای کارگاهی دارین؟ خوشبختانه طوری که شما هم به عنوان مصرف کننده شاید با ما موافق باشیم که هرات، ولایت هرات یکی از ولایتی است که در بخش تولید انجیر جایگاه بسیار خوبی داره نسبت به سایر ولایات، و انجیری که در هرات مخصوصا در زندجان تولید میشه از کیفیت و کیمیات بسیار ارزشمند است. به این لحاظ به اصطلاح ما تلاش داریم که هر روز اداره زراعت برنامه‌های بسیار خوب زیربنایی برای بازاریابی کش و پرورش و همچنان تولید ازی باید داشته باشه که خوشبختانه ما در سالهای گذشته برنامه مختلف به خاطر بلند بردن کیفیت و کیمیات و همچنان صحات تحت کشت انجیر داشته باشیم، که از این جمله اگه من بر شما بیان بکنم اداس باغات تجارتی و مناسب به استاندارد بده برای باغدار عزیز ما در ولسوالی های مختلف، مخصوصا زندجان ایجاد مراکز پروسس بوده و همچنان آموزش های مختلف برای بهتر تولید کردن محصولات انجیره.
و فعلا انجیری که امسال تولید میشه زیادتر در بازار هرات به مصرف میرسه و یک مقدار از هم در سایر ولایات میره که شاید به ولایت همجوار هرات مثل فرا و نیمروز و بادغیس و غور اونجا هم یک مقدار میره و یک قسمت دیگه انجیر هم مستقیما به مراکز پروسس مورد پروسس قرار میگیره که به شکل خشک یا مربا جور میشه که در این سالا یه هم از جمله دستاوردهای بوده که مشترکاً با کسایی که در بخش تولید و همچنان در بخش خود مراکز پروسس فعالیت داشتن اداره زراعتی تحصیلات اما هنگ کده که یک مقدار چون بازار خوبتر تر تولید پیدا بشه یک مقدار از این پروسس باید بشه. تشکر. ممنون آقای. خیلی باشه. بیشتر هم کلام میشه با شما. تشکر. من خود به مگره برم بخود چند کمی انجیرم بچینم و باشه ببینم که میتونم انجیرگیر بیارم یا نه. دیگه میگم به باغ افتاده طرف. بله. هانه یک انجیری پیدا کردم. ببینیم شما. اکنومی خوب نرسیده میایی می طرفتر برای ما انجیر خوب جور کردن دوستا ما میمون نوزی خوب کردن انجیر زنده جان که برای ما آماده ساختن باز بعدن هم میبینیم اما ای که دستچین باشه داخل باغ به اصطلاح کیفیت متفاوت تری داره و در باغ انجیر میشه که انجیر بچینیم یم انجیر دیگه و میایم کمی امیت جلوتر دیگه انجیر من سه دونه انجیر چیندم مگر دو تا دیگه هم بگیرم خیلی خوب و میخوایم که زوم کنم همکار ما و ببینیم که چقدر مقبول به شاخه چسبیده انجیر میگیریم و یک انجیری هم از اینجا میگیریم یه هم انجیرهای دستچین خودمه که از باغ انجیر در ولسوالی زندجان چیدم خب طبق روال همیشه الان نمیریم به سراغ دوستا که برای ما ظاهرن انجیر جور کردیم ظاهرن انجیر برای ما کشیدیم الحمدلله بله وفرمای انجیر بریم خود شما نشی جان کنیم نشی جان کنیم بیایم خود ما و از انجیر زندجان با هم نشی جان میکنیم خب دوستای عزیز جای شما خالی فوق العاده خوشمزه بود و خوشمزه هست جای شما خالی که مخصوصا شما عزیزانی که دور از کشور هستین و برنامه ما رو میبینین محصولات ما بی‌نظیره با کیفیت بکر تازه امیدواریم که فضای بیشتری مهیا بشه برای از اینکه دهقان ما بتونه به هر حال کلی زحمت میکشه با یک قیمت بهتری به فروش برسونه آقای زلال کیفیت چگونه بود بسیار عالی لذت بردیم تشکر میکنم از مهمان نوازی مردم شریف ولسوالی زندجان و باغداران زندجان که با انجیر از ما استقبال کردن تشکر میکنم که با ما همراه بودید در کجای دنیا که هستید آبتان سرد نانتان گرم و ایام به کام شما باشه خداحافظ و نگهدار